ما با یک سری اصولی همون که شما ازش صفا یاد میکنی، من فکر میکنم حالا فرق نمیکنه، با یه چارچوب اخلاقی، با یه چارچوبی که یه ارزش هایی که فکر میکنم جهان شموله، حالا برای ما ایرانی ها اسمشو میذاریم پهلوانی، من به گمانم میرسه که همین رو میتونیم تو جای دیگه هم ببینیم. من یکی از کسانی بودم که در تمام سالهایی که خادم نبود، سال 2003 به بعد تا اول سال 2012 که ایشون برگرده، واقعیت اینه که همیشه چشم انتظار یک چنین بازگشتی بودم. هر سال از نبودم میدیدم که چه لطماتی، حالا چه تو بخش فنی که یه جای خاصی داره، چه تو بخش رفتارهای اجتماعی، و خوشحالم از یه بابت که این دوران اتفاق افتاد برای ورزش ما، برای کشتی ما. و بعد از یک سو وقتی جمع‌بندی کردم توی بوداپست، چون به من یه تعداد از مثلا یه افرادی مردم یا خود کسایی که کادر فنی بودن به من میگفتن که البته از سر لطفشون، آقا شما به آقای خادم بگید که استعفا نده. یعنی این احساس در هم بوداپست وجود داشت. و واقعیت امر اینه که آقای بارس عزیز، هرچی با خودم کلنجار رفتم نتونستم این رو نگم، یعنی نتونستم برم و به خودم بگم این کار رو نکن. چون هرچی جمع‌بندی کردم اومدم حساب کردم، دیدم که کار کردم با آدم های مثل امثال داورزنی، حالا شما حساب بودید، کار کردم با آدم های مثل داورزنی فراتر از طاقت یه انسانه. چون شما بایستی با یه کسی که بالا دستی شما میخواد ارزیابی بکنه کارتون رو، یک زمینی مشترکی رو خواهد داشته باشی. شما نمیتونی با کسی که شما میگه مشرق، ایشون میگه مغرب، یه چیز دیگه میشنوه، یه چیز دیگه برداشت میکنه. اساسا تو چجوری بگم، خیلی عامیانش میشه طرف تو باغ ورزش نیست. چجوری میشه با این آدم کار کرد؟ چجوری میشه با این آدم هم کلام شد؟ و بعد مصاحبه این آقا نمیدونه آقا، و بعد یه تعداد از خود کسانی که در طی این سالها بیشترین بهره‌مندی رو بردن، آقایی که شده مدیر یکی از رده‌های سنی، آدم خجالتش میاد فقط به خاطر اینکه این شخص فکر میکنه جایگاه به نظر خودش جایگاهش مناسب نیست، میاد آدم استخدام میکنه و شروع میکنه از این شبکه‌های اجتماعی و از این حرف‌هایی که ناراحت کننده است، و از طرف دیگه علائمی رو میفرسته که مشخص بکنه این منم پشت این داستان. و بعد آدم دلگیر میشه، میگه ببینید، اگر آدم هر صفتی نداشته باشه، لااقل شما تو این سالها اگه یک صفت اونم سپاسگزاری رو یاد میگرفتی، حداقل اون هم یاد نمیگرفتی، اینقدر ناسپاس نمیبودی. ببین، جامعه ما یه جامعه دیمه، پیروزی تو جامعه ما دیمه، شادی تو جامعه ما دیمه، یعنی ما شانسکی دیمی یه اتفاق بیفته. ما مدت هاست عادت کردیم به این دیم بودن. همین قضیه با اسرائیل، یاده نباز مداله رو بگی، این دفعه که گذشت، اینا همه حرکت های دیمه. و یه جامعه دیم، بسیاری از آدماش به خصوص اونایی که دست اندر کارن، اصراری به شکستن این دیم ندارن. خادم این دیم رو شکوند. خادم گفت آقا من شخصیتم بالاتر از این حرف هاست که برم در حوزه کنفدراسیون جهانی کشتی بشینم و به هم بگن تو با اسرائیل این کار کردی. من مثل تو نمیتونم دروغ بگم کشتیگیر ما دلش درد میکرد. شأن من نیست اینجور جواب داد. آدمای بی مایه، حالا لغتش شاید باشه، عاشق این شرایط دیمن،
چون تو شرایط دیم رشد میکنن. دیمی آدم متخصص، آدم با کفایت شرایط دیم رو تحمل نمیکنه. اونام فکر نکن بعد خوششون میومده از اینکه به ورزشکارشون بگن بگو آپاندیسم درد میکنه با اسرائیل مثلا مسابقه ندی. اونام اینو میفهمن، نه اینکه نفهمن. اما اونا عاشق این ماسمالیان، چرا که ماسمالی نگهشون میداره. آقای خادم نیازی نداره که ماسمالی کنه، چون به خودش بده کاره. خیلی از سر این که میتونن حرفا رو نزنن، حالا گفتن نداره، والا ما حرفامون رو زدیم که خیلی چیزها عوض شد. اگر ما عقلمون میرسه، خیلی عقلشون میرسه که مثلا اینو نباید گفت، اینو باید گفت. خب بعدم زمان میبره دیگه، یکی یه سال اینو میتونه تحمل کنه، یکی دو سال میتونه تحمل کنه، یکی مثل خادم مثلا 7 سال تونست تحمل کنه. آدم ها هستن 40 سال دارن تحمل میکنن، درجه تحمل آدم ها متفاوته. چرا خودفریبی بکنیم؟ چرا بریم آپاندیس سالم ورزشکارمون رو در بیاریم و بعد بگیم که ایشون مجروحه؟ چرا ورزشکارمون رو ببریم روی تشک مبارزه ای که به او بگیم باید ببازی و بعد این انقدر آقای وارز این لحظات سخت برای ورزشکار؟ یعنی من با چند تا ورزشکارهایی که این اتفاق براشون افتاده صحبت می کنم، حتی با وجود گذشت سالیان اینقدر این ورزشکار هم ناراحت و متاثر از این اتفاق هستن که اصلا با کلام قابل بیان. در تاریخ 70 سال کشتی ما هیچ رئیس فدراسیون رو شما نمیتونید مشاهده بفرمایید که در یک دوره کاری رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، فرنگی و آزاد، دقت بفرمایید هر 6 رده موجود فرنگی و آزادش تحت دوره کاریشون عنوان اولی دنیا رو به دست آورده باشه. ما همچین افتخاری رو نداشتیم. ضمن این که در دوره 5 ماهه کاری آقای خادم به طور کل 8 بار رده های سنی مختلف ما اول دنیا شدن، 11 بار دوم یا سوم دنیا شدن و این فقط ثمره کاری که در آزاد و فرنگی دارم عرض میکنم. من شخصا فکر میکنم راه اندازی کشتی بانوان به همین شکلی که حالا خب خیلی مورد پسند جامعه جهانی نیست، اما یک بخشی به هر حال از دختران ما هم امروز تحت عنوان کشتی عالیش، کشتی کمربند و همین شکل کشتی کلاسیک، اونها هم بخشهایی شاید از آرزوهای خودشون رو دارن برآورده شده میبینن. من فکر میکنم ورود به حتی این بحث با توجه به اون حساسیت هایی که از مراجع قوم اساسا وجود داشت، از همون سالهای اولیه وجود داشت، این هم میتونست یک اصطلاح مسیر لغزنده رو برای ایشون ایجاد بکنه که با اشراف و با آگاهی که داشت تونست این فضا رو فراهم بکنه. فکر میکنم خب من برام پیش اومده، دیدم، گفتگو کردم، پیام دریافت کردم، یه بخشی از برام بانوان جامعه ما هم علی‌رغم این که این شکل برقال نوع پوشش رو نمی پسندن و طبیعتا نمی رن سراغش، اما همین اندازه که یک تعداد شاید این تابو براش رو شکست، این هم می تونیم جز یکی از خدماتی بذاریم که می تونست اگه آقای خادم عافیت طلب اگر می بود می تونست وارد این درد سر و قول چی میگن خودمون میگیم سری که درد نمی کنه رو دستمال نمی بندن، اگه ایشون میخواست طرفدار این جور دیدگاه باشه میتونست این کار رو هم نکنه.